سرخط تازه ترین و مهمترین خبرها. امارات متحده عربی در سکتور معارف، زراعت و بخش های تکنیکی افغانستان سرمایه گذاری می کند. حاشیه نشست کشورهای مشترک المنافع روسیه و تاجکستان بر همکاری های اقتصادی امنیتی تاکید کردند و همچنان در پایان جبهه مقاومت جاسوس اعدام می شود. به نام خدا و با تقدیم سلام به مجمع خبری چنل یوتیوبان سمارت خوش آمدین. خواهش میکنیم تا آخرین ویدیو با ما بوده و نیز چنل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. مشروع خبرها. حاشیه نشست کشورهای مشترک المنافع روسیه و تاجکستان بر همکاری های اقتصادی امنیتی تاکید کردند. 8 صبح کابل. روسیه و تاجکستان در حاشیه نشست سران کشورهای مشترک المنافع که به گونه اجباری برگزار شده بود همکاری های اقتصادی و امنیتی توافق کردند. این توافق میان رهبران کشورهای آسیای مرکزی در نشست غیر رسمی سران کشورهای مشترک المنافع که روز دوشنبه ششم جدی برگزار شده بود انجام شده است. در حاشیه این نشست ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و امام علی رحمان رئیس جمهور تاجکستان سنت پترزبورگ روسیه در مورد همکاری های امنیتی و اقتصادی و وضعیت بشر دوستانه در افغانستان بحث کردند. با گزارش خاور خبرگزاری دولتی تاجکستان رهبران دو کشور همچنان بر همکاری ها برای ارائه کمک های بشر دوستانه و مردم افغانستان نیز تاکید کردند. امام علی رحمان این رویداد را فرصت مناسب برای گفتگو در مورد چشم‌انداز همکاری های دو کشور توصیف کرده است. همچنان در مورد اوضاع سیاسی در منطقه و جهان و نیز همکاری های امنیتی و ویژه در مورد افغانستان میان دو طرف گفتگو شده است. گفتنی است که محور نشست سران کشورهای مستقل مشترک المنافع را مسائل مهم اقتصادی، سیاسی و امنیتی منطقه تشکیل می دهد. همچنان این در حالی است که ویدا سپهری در روی صفحه رسمی فیسبوک خود چنین نگاشته است: جاسوس اعدام می شود. باری همراه خانواده ما در دوران کرزی پنجشیر رفته بودیم. در درب ورودی پنجشیر که موزون به دالان سنگ بر یکی از سنگ های کوه کمر شعار مجاهدین و مقاومتگران این بود که جاسوس اعدام می شود. حالا فصل دوم مقاومت تصمیم گرفته است که جواسیس داخلی و خارجی و به ویژه ملاهای همدست شبکه حقانی تصفیه حساب می کنند. گرفته شده از صفحه رسمی فیسبوک ویدا سپهری. همچنان این در حالی است که امارات متحده عربی در سکتور معارف، زراعت و بخش های تکنیکی افغانستان سرمایه گذاری می کند. 8 صبح کابل. وزیر گمرکات و امنیت بنادر امارات متحده عربی در سفر به افغانستان با وزیر امور خارجه حکومت سرپرست طالبان دیدار و گفتگو کرده است. در این دیدار این کشور از همکاری و سرمایه گذاری در بخش های معارف، زراعت و نیز بخش های تکنیکی به افغانستان اطمینان داده است. امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت سرپرست طالبان روز چهارشنبه 8 جدی با علی محمد بن عماد الشامسی وزیر اداره فدرال هویت تابعیت گمرکات و امنیت بنادر امارات متحده عربی در مورد همکاری در زمینه اقتصادی و تکنیکی در افغانستان نیز گفتگو کرده است. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت سرپرست طالبان در تیویتی نوشته است که شامسی در این دیدار روابط کشورش با طالبان را دیرینه و قوی خوانده و از همکاری ها در بخش های اقتصادی، معارف، تکنیک و زراعت اطمینان داده است. در همین حال امیرخان متقی از کمک های امارات متحده عربی قدردانی کرده و خواهان دوام این کمک ها شده است. او همچنین تاکید کرده است که طالبان خواستار روابط همه جانبه و مثبت با جهان و شمول امارات متحده عربی است. این اظهارات مبنی بر همکاری ها به ویژه در بخش تکنیکی در دیدار دو طرف در حال مطرح شده است که اخیراً رویترز گزارش داده بود امارات متحده عربی تمایل دارد تا مسئولیت بخش های تکنیکی برای اداره میدان هوایی کابل را بر عهده بگیرد.
همچنان این در حالی است که گزارشنامه افغانستان رزاق مامون در روی وبلاگ خود چنین نگاشته است: بیعت برخی از شیعیان به طالبان، نوشته اسماعیل فروغی. محفل کلان بیعت، گونه ای که اخیراً توسط آقای جعفر مهدوی به خاطر همزایی با گروه های افراطی طالبان برا افتاده بود، به هیچ صورت نمایندگی از کل جامعه محترم ازاره و شیعه نمی نماید. بی تردید هیچ شیعه و هزاره همانند آقای مهدوی و آقای حقانی انتحاری کننده ها را قهرمانان و نجات دهندگان افغانستان نمی پندارند. معلوم نیست کدام انگیزه و دلیل مشخص آقای مهدوی و برخی رهبران قومی هزاره را واداشت است تا طی این گونه محفل شاندار 3000 نفری پیش چشم دوربین های تلویزیون های داخلی و خارجی به امارت اسلامی طالبان بیعت رسمی نمایند. تاجک ها، ازبک ها تا هنوز این گونه با تنتنه به طالبان بیعت نکرده اند. شیعیان، علم دوست، صالح جو و تمدن طالب به خوبی می دانند که طالب هرگز به آن ارزش های باور ندارد که هزاره ها از قرن ها در دل پرورانده و باور دارند. حقیقت این است که از 40 و چند سال به این سو، درست بعد از کودتای ثور، جامعه شیعه و هزاره ما دیگر توسط عقل سالارانی چون سید اسماعیل بلخی، آقای بینش، آقای نهضت، فتح محمد خان، فرقه مشعر، اسماعیل مبلغ، میرعلی اصغر شعا و بسیار دیگر اداره و رهبری نمی شوند. یا تفنگ سالاران دین مدار بر سرنوشت مردم شیعه و هزاره مسلط شده و به مردم جیب های خود را پر از زر کرده و رفتند. یا ارتباط های کشورهای همسایه، به خصوص کشور ایران، از نام مردم شریف هزاره و شیعه صاحب نام و نشان شدند. رزاق مامون. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر چنل یوتیوب وان اسمارت را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. برای حمایت بیشتر کانال ما، ویدیوهای ما را لایک، سابسکرایب و کامنت نمایید تا ما بتوانیم برای شما بهترین و جدیدترین ویدیوهای روز را به نشر بگذاریم. اوقات خوش داشته باشین. منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما خواهیم بود.